سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه مبحث و آموزش جاوا اسکریپت در خدمتتون هستم خب اینجا جلسه میخوایم در رابطه با متغیرها صحبت بکنیم خب من اینو پاک میکنم خب از بدید من اینجا ایز از سفر خوشگل کنم که همه چی رو داشته باشیم خب الان بهتر شد ما هم پیجمون رو داریم هم در حقیقت کنسولمون رو داریم اما متغیرها چی هستن تو جاوا جا اسکریپت چیزی به نام متغیر در تایپ متغیر نداره یعنی شما یه متغیر تعریف میکنید توش میتونید همه چی برزیده. چیزی به نام تایپ نداره که شما بگید آقا این متغیر عدد این متغیر در حقیقت استرینگ برای اینکه شما بخواید تایپ داشته باشید ما یه مبحث دیگه داریم یه دوره جدا داریم به نام تایپ اسکریپت که میتونید برید اونو ببینید اما متغیر صحبت بکنیم مثلا فرض کنیم من میخوام بنویسم Uh, console.log مثلا مثلا مای ایز مثلا حامد الان شما اینو اجرا بکنید داخل صفحه میبینید که داخل کنسول زده مای نیم ایز حامد فرض کنید این رو شما میخواد جای دیگه هم استفاده کنید مثلا یه کنسول دارید دیگه میبینیسم console.log حامد لاک پروگرامر یونیت مرتبا شما باید اگه بخواید مثلا حامد استفاده کنید باید میرسید حامد حالا اصلا یه مثلا یه بار دیگه می‌نویسم مثلا console.log مثلا حامد is مثلا 20 years old مثلا حالا یه حالتی رو فرض کنید بچه‌ها که مثلا یه اتفاقی بیفته این حامده اسمش رو عوض کنه چی میشه؟ اون وقت شما باید برید همه جایی که نوشید حامد حامد بکنم بکنید بکنید مثلا علی مثلا میخواید بکنید خب کار منطقی نیست دیگه اینجور مقام است که دقیقا شما از وریبل ها استفاده میکنید مثلا من بیم بیم وریبل تعریف میکنم با دستوری لت حالا تو ج... فکر همین ویدیو یا ویدیو بعدی راجع به لت و انواع مختلف وریبل صحبت میکنید مثلا من میذارم اسم میگم نیم، مساوی مثلا حامد حالا میتونم دیگه ننویسم مای نمیز فلان میتونم از همین متغیرم استفاده بکنم چجوری کار میکنم؟ این حامد رو بر می دارم. اینجا مینویسم یه فاصله اینجا میدم می نویسم پلاس نیم اینجا هم هامت رو بر میدارم قبلش می نویسم نیم پلاس اینجا هم حامد رو برمیدارم قلبش میرسم نیم پلاس فلان الان رفرش میکنیم اینو نیا کنیم شده ما همونه به ما بر حالا وقتی اسم طرف عوض مثلا باشه علی خیلی راحت اینجا کلیک راست دوباره میزنیم علی تمام اسم های حامد میشه علی چون داریم با متغیر کار میکنیم دیگه اینجا این امکان هم وجود داره که بچه‌ها شما بیاد متغیر رو اول تعریف کنید خب اما بهش مقدار ندید بعدا مقدار بدید مثلا میزنم سی تی مثلا مثلا میزنم job مثلا میزنم H اوکی اینا رو الان اینجا تعریف میکنم بعدا میام ازش استفاده میکنم مثلا اینجا میگم که مثلا میگم که مثلا بگیم چی مثلا بگم job مساویس با مثلا پروگرامر اینجا مثلا بگم که اج مساویس با مثلا 20 حالا به جای پروگرامر هم میتونم از متغیرش استفاده کنم پلاس مثلا جاب یعنی لزوما این معنی نیست که شما بخواید مثلا متغیر رو حتما همون لحظه که تعریف میکنید مقدار دهی هم بکنید میتونید مثلا بعدا مقدار دهی بکنید اصلا اشکالی نداره من اینو دوباره رام میکنم این چرا همون رو پس شما میتونید متغیرها رو یه جا تعریف کنید بهش مقدار دی نکن... ندید بعدا که هر وقتی لازمش داشتید مقدار بهش بدید هیچ اشکالی نداری میتونید همون اول مقدار بدید هیچ فرقی نمیکنه میتونید مقدار بدید بعدا عوضش کنید هیچ اشکالی باز نداره البته یه نکته توی عوض کردن هست که جلوتر باید بهتون بگم اما بیایم راجع صحبت بکنیم که این متغیرهایی که ما اینجا انتخاب میکنیم آیا هر چیزی میتونیم بذاریم؟ قاعدتا نه. یه قوانین وجود داره برای انتخاب متغیر. خب بیایم اینو من اینجا می‌نویسم بچه‌ها. شما این سمت راست میتونید ببینید لیست شما اینو یه بیرون پایین‌تر. خب اینو هم می‌ذارم یه اینو می‌ذارم تیترش رو می‌ذارم چی بچه‌ها؟ می‌ذارم variable naming rules خب میخوام ببینیم قوانین چی هستن میخوام اینجا بنویسم خب اولین قانونی که وجود داره دوستان اینه که بذار یه اه... چی بذاریم یول بذاریم بعد یه دم ol بذاریم مثلا یه بذارم یه خوشگل میشه ol بذاریم چی بذاریم ال آی بذاریم چیز داشته باشه بقیلش بعد از آره اینجوری بهتر خب اولین قانونی که وجود داره اینه که متغیرها داخل جاوا میتونن میتونن شامل یه چیزایی باشن شامل چیا میتونن باشن مثلا میتونیم اینجا بنویسیم میتونن شامل بنویسم که دیگه دیجیت یعنی اعداد لدرز یعنی حروف اندرسکور و دالر ساین اوکی بچه ها پس میتونه شامل اینا باشن خب بزنم اینو بزنم داخلی تگ ایچ سه که داره خوشکل تر بشه دیده شه پس میتونه شامل اینا باشن میتونن شامل دیجیت باشن اعداد حروف آندرسکور و دالرسان اما قاعده بعدی چه میگه میگه که حتما باید یا با اسم و حرف شروع بشه یا با علامت دالر یا با اندرسکور پس ماست استارت ویت لدر ladder, ladder دالر dollar sign and underscore اوکی okay. پس حتما باید با حرف یا علامت دالر یا اندرسکور شروع بشه با عدد نباید شروع بشه متغیر هیچ وقت هیچ وقت نباید متغیر با عدد شروع بشه اما نکته بعدی نباید جزء کلمات کلیدی جاوا اسکریپت باشه پس نو کیورد پس جزء کلمات کلیدی جاوا اسکریپت نباید به هیچ عنوان باشه اما قانون بعدی قانون بعدی میگه که عدد رو نوشتیم آم ننوشتیم cannot start with number اینو گفتم تو بند اول گفتم چون مهمه دوباره می نویسم پس متغیرها نمیتونن با عدد شروع بشن اما مورد بعدی کی سنسیتیو بودنشونه کی سنسیتیو یعنی نسبت به حروف بزرگ و کوچیک حساسن اوکی دونه دونه الان میریم میبینیم ما فقط دادم تیتوار بهتون میگم که ببینید و مورد آخری که سعی کنید متغیرهاتون رو به صورت کمل کیس بنویسید یا واندرسکور اما الان بهتون میگم منظورم از کمل کیس واندرسکور چیه پس اینا میشه قوانینی که ما داریم